حکمتیار با تذکره بدون استیکر رای داد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و از نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری میگوید که با تذکره بدون برچسب رای داده است. گلبدین حکمتیار پس از حضور در یک مرکز رای‌دهی گفته است بدون آنکه تذکره اش استیکر داشته باشد توانسته رای بدهد. به نقل از بی بی سی او گفته که استیکر زمینه تقلب را فراهم می‌کند و افزوده که به تمام اعضای خانواده اش نیز گفته که بدون استیکر رای بدهند. هارون زاخلوال از دستیاران پسر آقای حکمتیار این موضوع را تایید کرده است. آقای حکمتیار بیش از این نیز به هوادارانش گفته بود روز رای‌دهی حتی بدون استیکر هم میتوانند رای بدهند. بر اساس قانون انتخابات افغانستان، داشتن استیکر یا برچسب روی تذکره برای نامزد شدن و رای دادن الزامی است. رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات به بی بی سی گفته رأی گلبدین حکمتیار اعتباری نخواهد داشت. او میگوید مراحلی که این بار برای رأی دادن در نظر گرفته شده، میزان شفافیت را تا 95% افزایش داده است. و بر اساس سیستم جدید، رأی بدون استیکر معتبر شمرده نخواهد شد. آقای حکمتیار قبلا هم گفته بود، هواداران او و اعضای حزب اسلامی با تذکره‌های بدون استیکر رأی خواهند داد. از سوی هم امرالله صالح، معاون تکت انتخاباتی دولت ساز امروز به دلیل سوختن تذکرهش در حمله انتحاری بر دفتر او نتوانست رأی بدهد. گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری کشور از ساعت 7 صبح امروز در سراسر کشور آغاز شده و تا ساعت 4 بعد از ظهر امروز ادامه داشت. این انتخابات تقریباً در 5000 مرکز رأی‌دهی در 34 ولایت کشور برگزار شد. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات نزدیک به 10 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی در این انتخابات شناخته شدند. با تشکر از توجهتان، شاد و موفق باشید.